یا ابوالفضل 186 تا هواپیما ایران داره. این یه مدل هواپیما، یه مدل هواپیماهای دو سرنشینه. بله داداش، داداش چه خبره؟ 612 تا هواپیما داره. بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا. 18 تا، 18 دنیا تو هم یا پیغ یا 2050 تا توپ انداز. وای بابا بیا، چقدر زیادن. موشک خرمشهر بالستیک 19 تن وزنشه، مال اونا نمیدونم جریچو، ادوات جنگی که توپ پرتاب میکنن، 2050 تا 171 نیروی دفاعیشون، خرجی که برای نیروی دفاعیشون کردن 25 بیلیون دلار. او ایران بیشتر کرده 23 بیلیون. کسایی که اکتیون، پرسنل اکتیو 6 نفر برای که زرهیه، 2560 تا داره ایران. معتاد نمیشی بهش. الان من یه سال خودم گل میکشم، هنوز معتاد نشدم. این کانتنت رو تو میذاری، بچه 15 ساله 13 ساله میبینه، یه ذره شرف داشته باش، تبلیغ گل و مواد و فلان میکار. کی میگه گل ضرر داره؟ کی میگه گل ضرر داره؟ اصلا زیاد ضرر نداره. معتاد نمیشی بهش. الان من یه ببین این آدم چقدر، ببین من اینجاشو نشیده بودم. سلام به رفقای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و خوش اومدید به این ویدیو. خب رفقا، کسایی که میخوان اصل ویدیو رو ببینن 5 دقیقه بزنن جلوتر، من 5 دقیقه میخوام صحبت کنم با بچهای کانالم. چند روز پیش یه آدم معلوم الحال شیشه‌ای گلی که توی کانالش تبلیغ مواد مخدر رو برای بچهای زیر و بچهای کانالش میکنه، اومد یه ویدیو راجع به من و سعید حالا دو سه نفر دیگه ساخت. ما گفتیم اوکی، مثلا مشکلی نداره، یه ویدیو ساختی مشکلی نداره، حالا چهار تا دروغ به هم چسبوندی و گذاشتی یه ویوی بگیری از کنار بقیه. چند روز بعدش دیدم یه ویدیو دیگه گذاشت و توی ویدیوش داره میگه که این پارتی که میخوام براتون بذارم یکی برام ادیت کرده و کامل تحویل من داده. یعنی چی؟ یعنی این داستانو سفارشی گرفته و ما هم میدونیم کی به این سفارش داده، حالا به موقعش دستشو رو میکنیم. تو این چند روز چند تا از رفقای من بلاش 20-30 نفر به این پیام دادن که پویا داستان از چه قراره، به همون بگو. من تک تک کسایی که تو این کانالم برام مهمه، چون 6 سال زحمت کشیدم بخوام اینا رو دور هم جمع کنم و این خانواده رو تشکیل بدم. اصلا از این قراره که طرف یه وایس گذاشته از من که برای 4 سال پیش بوده. ببینید چقدر دشمنی میتونه طول و دراز داشته باشه و چقدر عقده میتونه تاثیر داشته باشه. بچهای تلگرام من میدونن، کسایی که توی تلگرام من هستن، من هر از چنگایی تو تلگرام کلا خیلی خودمونیم، یهو 15 تا 20 تا وایس پشت سر هم میدم. طرف برداشته 3 دقیقه 4 دقیقه از وایسی که فکر کنم هولوش خود وایس 10 دقیقه بوده و وایسای عقب ترش، وایسای جلوترش هولوش 40 دقیقه وایس بوده که راجع به اینستاگرام و اون موقع 4 سال پیش توی یوتیوب اصلا جستجوگری نبود. یه دونه من جستجو می‌رفتم، یه دونه نیکفر، اصلا یوتیوبر ترسناک خیلی کم بود. من اون موقع با جستجوگرای اینستاگرامی کار می‌کردم. حالا میومدم حمایتشون می‌کردم، چند تاشون حمایت کردم که هر چی می‌کشم از همین حمایت کردنامه. یه بنده خدا یه پسره بود داشتم حمایتش می‌کردم. توی اون وایس گفته بودم که اگه فیک می‌سازید، خب رفقا 100% توی جستجو هزاران نفر هستن که دارن فیک درست می‌کنن، از جمله گنده‌های جستجو که من قبلا ویدیوهاشونو می‌ذاشتم، مثل تیم مرزوف، حالا دنیس روز، حسن بر. یعنی نمیشه گفت کی داره فیک میسازه کی داره واقعی میسازه. طرف یه وایس گذاشته بود کلا یه 2-3 دقیقه‌شو براش کات کرده. تو اون وایس من دارم میگم آقا جون وقتی داری اکت میکنی، برای 4 سال پیشه، وقتی داری اکت میکنی توی ویدیوت هیجان بده. یعنی توی ویدیو جستجو این ماست را نرو، فقط در دیوار رو بگیر و هیچی که هیچی، یه هیجانی بده، یه اکتی داشته باش، مثل فیلمای ترسناک جستجو هم باید هیجان داشته باشه. همون جور که فیلم ترسناک رو میبینی، حالا درست فیک درست میکنی، ولی همون جور که فیلم ترسناک رو میبینید هیجان داره، من میدونید فیکه، شما هم سعی کنید یه اکت خوبی داشته باشید. و کلی صحبت های دیگه کرده بودم، هم قبلش هم بعدش، که توی کانالم هم هست، به شما پاک نشده. طرف میگه مست بوده، نمیدونم فلان وایس رو گذاشته. تو از کجا فهمیدی من مست بودم؟ ویدیوی بعدی که گذاشته راجع به این که چرا بلنگو زیر اسپریت باکسه که وقتی رفتی خونه مردم. مرتی که خر، اگه بلنگو زیر اسپریت باکس نباشه چجوری من صداشو برسونم به دوربین؟ خود اسپریت باکس یه بلنگو خیلی کوچیک داره که صداش به گوش خود آدمم نمیرسه.
دوربین صدایی که اینجوری میشنوید و همون جوری ضبط نمیکنه بده به شما، باید روش ادیت بزنی، صدا رو بلند کنی یا یه بلنگو داشته باشی که برسه صدا. توی مصاحبه‌های دیگه هم اصلا اون بلنگو روی میزه، روی جلوی چش طرفه، طرف میبینه که اسپریت باکس من وصله به یه بلنگو. و توی ویدیوهای جستجوگرای دیگه دیدید یه باکس دارن، فکر می‌کنید تو اون باکس چیه؟ یه بلنگوی بزرگه با اسپریت باکس، حالا دو سه تا چیز جزئی و نور و این چیزا، اون باکسایی که بقیه جستجوگرام استفاده میکنن. یعنی آدم انقدر میتونه احمق باشه که بگه چرا به اسپریت باکس بلنگو وصل کردی؟ اسپریت باکسی که من دارم نه یو اس بی بهش میخوره که بخواد صدا بره، بعد اصلا صدا بره بتونی صدا ضبط کنی. چجوری میتونی صدا رو انقدر هماهنگ شده همون لحظه که سوالو میپرسی همون لحظه هم همون جوابو بهت بده؟ تو خونه مردم، وسط خونه مردم، سه نفر جلوت وایستادن، چجوری میتونی تو دکمه بزنی عقب جلو کنی که دقیقا همون لحظه که میخوای اون سوالی که میپرسی و مثلا من پرسیده بودم چی میخوای ازمون؟ گفته بود خروس. من چجوری بعد پرسیده بودم یه سوال دیگه پرسیده بودم گفته بود بله. یا اسم طرف من اصلا نمیدونستم، چتاش هست اسم اون خانم، من با خواهرش صحبت کرده بودم اسم خواهر کوچیکه رو نمیدونستم. من چجوری میتونم اینو بالا پایین بکنم؟ دقیقاً بیارم سر اون اسم که سوالو بپرسم، دقیقاً همون لحظه اون اسمو بگه جلوی چش سه نفر دیگه. طرف با یه ویدیو ادیت شده سفارشی درست کرده. حالا من به کسای دیگه کار ندارم، من با یکی جستجو میرم دیگه، بعدش من پیشش نیستم که ببینم چی کار میکنه. روک و راستم میگم، طرف میگه اینو ادیتورش برام فرستاده، من اصلا ادیتور ندارم. 10 بار دنبال ادیتور چرخیدم، طرف اومده یه روز هیچی از ادیت ترسناک نمیدونسه، رفته هر کسی اگه ادیتور من باشه، ادیتور من بوده باشه، یه فایلی رو کنه، کوچکترین ویدیو بذاره توی اینستاگرام که آقا این فایلو پویا برام نبره بسازا، این فایلو پویا برام من فرستاده، این خامشه، من 100 میلیون تومن همون لحظه میزنم به حسابش، قول شرف میدم توی این ویدیو که اگه کسی بود ادیتور من باشه با مدرک ثابت کنه که پویا این ویدیو خام، نه کنید ویدیو خام برام نبیاد ویدیوهای خودمو بفرسته برای یارو، ویدیو خام، یه ویدیو خام جستجو رو بفرست، چون بعد ما ویدیو خام جستجو رو بفرستیم که طرف ادیت بزنه دیگه، اون ویدیو خامو بفرسته. ببین رفقا، من فقط همین بار رو توضیح میدم راجع به این داستانا، اینم به خاطر اینکه این 6 سال دارم کار میکنم، نه اصلا به خاطر اون کانال نه چیزی، میخوام این یه سری چیزا روشن بشه، خیلی وقتم بود میخواستم راجع به این داستان صحبت کنم. خب بالاخره هر از گاهی آدم باید این صحبت ها رو بکنه که کسی که داره نگاش میکنه، بینندش، بدونه که داستان چه قراره. من در به در دنبال ادیتور میگشتم، یک نفر نتونست اوکی باشه که بتونه ادیت جستجو یا اصلا ادیت ویدیو ترسناک بزنه برای من. هستم ولی واسه من پیدا نشدن. هر چیزی رو توی یوتیوب میبینیم، ببین طرف کانالش مزاحمت برای بقیه است، بالای کانالش اصلا نوشته ور میداره ویدیوی نمیدونم آریا کیوکسر و پوتک و اینا رو ور میداره، مردم بدبخت و بیچاره که ذوق دارن مثلا یه یوتیوبر محبوبشون رو ببینن، برمیداره اونا رو تو مینی چت میذاره، طرف اسکرول میکنه، طرف میبینه ای آریا کیوکسر فلانی نیست، این یاروه، ناراحت میشه. کلا کارش ناراحت کردن بقیه است، مسخره کردن بقیه. کسی که نتونه کانتنتی از خودش درست کنه، این همه کانتنت هست توی یوتیوب، و بیاد برای مسخره کردن بقیه وقت بذاره، نمیدونم ادیت کنه، بیاد ویدیو بسازه، نمیدونم اینجاش کات خورده اونجاش فلان خورده، جستجو معلومه که موقع ادیتش باید کات بزنی، یهو از اینجا نمیتونی بپری اونور ویدیو که باید کات بخوره وسطش، نمیایم سایه و هزار تا داستان عجیب غریب تو ویدیو بذاریم. جالبیش اینه که گیر داده فقط به من و سعید، نمیره سراغ جستجوگرای دیگه. یه ویدیو دیگه هم که رفته بودم توی بیابون کاروانسرا و خونه روبروم، یهو یه آتیش کوچیکی بالای ساختمون روشن شد، ورداشته، ببینید چقدر نامردی و پس فطرتی، ورداشته یکی از وایس هام که توی تلگرام راجع به تلسم و دعا داشتم صحبت میکردم که آتیش بزنید و نمیدونم یه سریاشو نباید آتیش بزنه، ورداشته دقیقاً اون صدا رو ورداشته گذاشته روی ویدیو من که من مثلا دارم میگم آتیش بزنید، شما برید تو ویدیو اورجینالش ببینید اصلا همچین چیزی وجود نداره. دمتون گرم، واقعا دمتون گرم، قلب داداشید، میدونید من چه جور آدمی ام، میدونید قلب من، دل من، احساس من چه جوریه، ولی وقتی اون روی من بالا بیاد دیگه بیخیال نمیشم. کسی که میاد یه ویدیو میسازه میگیم برای فاین، حرفش رو دیگه یوتیوبرای دیگه هم ساخته بودن راجع به من، من به هیچ عنوان نه استرایک زدم نه کپی رایت، مثل همون مرساد 11 بود میگفت کپی رایت زده، آخرش هم اومد معذرت خواهی کرد که پویا برام کپی رایت نزده، ولی برای این آدم استرایک زدم و کسایی که داره مسخره میکنه همه رفیقای منن، دونه دونه
منتظر این استرایک ها باش و دونه دونه میشنه رو کانالت. حالا قانونای یوتیوب یه سری میانبرا داره، حالا در این حد اصلا نیست که بخوام چیزها رو توضیح بدم. کسی که دو تا ویدیو میسازه و سفارشی ویدیو میسازه یعنی دشمنی داره. وقتی کسی هم با من دشمنی داشته باشه منم تو تهش باش میرم. حالا باز میخواد بچرخه تو جستجوهای ما رو، دو تا ادیت اینور پیدا کنه، یه صدا از اینور پیدا کنه. حالا خودش که هیچی نیست، ولی خب کسایی که به سفارش میدم میخوام این ویدیو رو ببینن. کلا این اول و آخرین ریاکشنی بود که به همچین موضوعی رفتم که فقط میخواستم منو بشناسید. طرف وایس 40 دقیقه‌ای و میاد 3 دقیقه‌شو میذاره. خب معلومه قبلش من یه سری صحبت‌ها کردم، بعدش یه سری صحبت‌ها کردم، یه سری حرفا زدم راجب فیلم، راجب هیجان جستجو، راجب اکت، اونم 4 سال پیش. حالا یه تیکه از تبلیغ مخدری که توی کانال این آقا داره انجام میشه رو براتون میذارم. حالا ما شکایتاشو این داستانا رو سعید داره انجام میده، سعید خیلی پیگیره. ناکنید این آدم خودش با زبون خودش میگه من همیشه گل میزنم و کاملا نشه، چشای نشه و خمار داره صحبت میکنه. خواهش میکنم ازتون نذارید تو یوتیوب، اینا کسایی هم تو اینستاگرام فعالیت میکردن و اومدن تو یوتیوب، نذارید تو یوتیوب اینا پا بگیرن بیان بالا. طرف گفته نمیدونم پویا شماره کارت میذاره، من شماره کارت خانواده هایی میذارم که باهاشون مصاحبه میکنم. خدا رو شکر طرف اساس خونه خریده، رفته خونش رو عوض کرده، رفته برای خودش خرید کرده، کلی خوشحال بودن، کلی پیام و مسیج به من دادن آقا پویا دمت گرم، دست درد نکنه. بازم این کارو میکنم با کسایی که مصاحبه میکنم، شما درد دلاشون رو میشنوید. تک تک کسایی که میرم مصاحبه اینو بهشون میگم، هم خودم یه کمکی بهشون میکنم، همون موقع اگه لازم داشته باشم میپرسم ازشون. یه سری خانواده ها دوست ندارن، اگه دوست داشته باشن شماره کارتشون رو میدن میذارم، با اینکه برای من درد سلی، ولی خب دوست دارم این کمک رو کنم. میدونم این ویدیو رو میبینی، میخوام طعم اینو بچشی که مردم رو اذیت کردن، ناراحت کردن بقیه چه حسی داره. کسایی که حالا میشناسن دارم، من که به هیچ عنوان نمیذارم تو این کانال اسمی از تو بیاد که بخواد تبلیغ شو از بغل ما یوتیوبرها که کلی زحمت کشیدیم دیده بشید. فقط حرفم با این نیست، حرفم با تمام کسایی که میان بقیه رو مسخره میکنن، حتی دوربین مخفیایی که فیکه، اون همه میدونن فیکه، ولی طرف رفته زحمت کشیده دوربین گذاشته. خیلی جربوزه داری، پاشو برو تو هم انجام بده، تو خونه نشستی گل میکشی، شیشه میکشی، حسادت میکنی. خب بابا همه میفهمن دیگه، مردم ما خیلی عاقل تر از این صحبت ها. گوش بدین اینا چی میگه. چه دیگه، من باید به تو ثابت کنم ویدیو کوچه داره، ویدیو شعره، میگه الکی دارم فلان شعر تحویل میدم، خودش هم میدونه چیکار داره میکنه. موضوع بعدیمون چی باشه؟ بیچاره اصلا موضوع نداره. خب بیا من دو تا موضوع بهت بدم. میگه موضوع بعدیمون چی باشه، نمیدونم موضوع بعدیمون چی باشه. الان میاد میگه من گفته بودم این ویدیو چرت پرت. این کانتنت تو میذاری بچه 15 ساله 13 ساله میبینه، یه ذره شرف داشته باش. تبلیغ گل و مواد و فلان میکاره، کاری ندارم کسایی که گل میکشن، ولی طرف گلو میکشه، از همون سیگارشون گلو میکشه، فرداش میگه ای گل خوب بود، برم چی رو امتحان کنم، برم تو امتحان کنم. همون 500 نفر 2000 نفر 3000 نفری که میبینن، شاید بینش 4 تا دونه بچه 14 13 ساله باشه. شرف داشته باشید، چی کار دارید میکنی؟ گل کی میگه گل ضرر داره؟ کی میگه گل ضرر داره؟ واقعا اصلا هم زیاد ضرر نداره، یکی دو تا عادی هیچ ضرری نداره. چه تبعیضی هم بینش قاعده شدن با گیاه دیگه، بقیه گیاه رو میخواین بدبخت رو میکشن فقط با مزدن شده. حالا سر همین تبعیض دیگه فرق داره، معتاد نمیشی بهش. ببین این آدم چقدر، ببین من اینجاشو نشیده بودم، خیلی شرف نداره آدمی که بگه معتاد نمیشی. تو گوگل بزنی، تو اینترنت بزنی که اعتیاد گل چجوری خانمان سوزه و چه پدری از آدم در میاره. معتاد نشدم، میگه من هر ماه خودم گل میکشم هنوز معتاد نشدم. فرق داره، معتاد نمیشی بهش. حالا من یه سال خودم گل میکشم هنوز معتاد نشدم. بعدش هم میگن گل بکشی باعث فراموشی میشه و فلان و بهمان. الان من خودم چند روزه اصلا یادش رفت میخواست چی بگه. من به هیچ عنوان دوست ندارم اینا بخوام با زحمت یکی دیگه بالا بیان. خودتون داره میبینید، داره میگه گل اعتیاد نره، اینقدر شرف داشته باش. بچه 12 13 ساله خدای نکره میاد این ویدیوها رو میبینه، حرف تو احمق و گوش میده، میره گل میکشه، فردا از گل میفته تو شه مثل خودت، از شه میفته تو این.
خدا لعنتتون کنه. میاد بقیه رو مسخره میکنید با اینکه خودتون ذات شیطانی دارید که بخواید بقیه رو معتاد کنید و تبلیغ مواد مخدر کنید و گل خوبه، هر چی هست برای خودت خوبه، برای چی تبلیغش رو تو یوتیوب میکنی؟ رفقا بگذاریم، این صحبتی که من کردم فقط و فقط به خاطر این بوده که میخواستم، اصلا چند وقتی بود میخواستم یه صحبت اینجوری داشته باشم باهاتون، اصلا به خاطر این آدم نبود، این آدم معلوم الحاله و این آدم سفارشی داره کار میگیره. دمتون گرم تا اینجا گوش دادید به حرفام، مخصوص کسایی بود که تو این کانالم و دارن منو دنبال میکنن. امروز میخوایم بریم اعصابم خورده، استراحتی بکنم. خب رفقا من خورده عصبی شدم به خاطر اینکه داشت اینجاشو نشیده بودم که تبلیغشو داره میکنه و میگه اعتیاد نداره. میگه اعتیاد نداره، واقعا کسایی هم که گل میکشن معرفت اینو دارن که بگن آقا جون اعتیاد داره، ما میکشیم، یه کسی که داره میکشه اگه ازش بپرسید وقتی یه نفری که نمیکشه میاد جلوش میگه من تا حالا نکشیدم، یه دونه بده بکشم، اون آدم شرف داره، میزنه تو گوشش میگه برو تا حالا نکشیدی سمت من نیا، و کارش چیه؟ مزاحمت برای بقیه، اعصاب خرد کردن بقیه. و این چه جذابیتی داره برای شما؟ چه جذابیتی داره مسخره کردن بقیه؟ اینجا اینستاگرام نیست که گن بزنید توش، اینجا یوتیوبه. امروز براتون یه ویدیو خیلی جذاب اومده کردم، ترسناک نیست ولی راجع به حال و هوای امروز ایران و منطقه است. میخوایم به صورت دقیق و کامل نیروی نظامی ایران تعدادش از تعداد تانک ها و آدم ها، همه چی مقایسه کنیم با هم دیگه، ایران و اسرائیل با هم دیگه مقایسه کنیم که ببینیم کدوم یکی قوی ترن و داستان چیه. این خیلی ترند شده توی یوتیوب الان و همه دارن این داستانو میذارن، و این دوتا ویدیویی که من براتون برداشتم تا آخرش ببینید، دومی خیلی جذاب تره. آماریه که رسمی هر کشوری باید هر سال این آمار رو بده. حالا یه سری آمارا هست که قایم میکنن، اونا هم به کنار، ولی این آمار رسمی هر کشوره. بریم با هم ببینیم. Dark skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere to hide. خب رفقا شروع میکنیم. سمت چپ ایران، سمت راست اسرائیل. تا آخرش ببینید خیلی جذابه. اینجا داره میگه نیروهای، یعنی توی رنگ گلوبال دنیا رنگشون چی از لحاظ نظامی؟ اینجا با رنگ ایران 14، رنگ اسرائیل 17. پایتختاشون تهران، اورشلیم. رئیس جمهوراشون این جدیدترینشه 2024. اینقدر کیلومتره، اونم اینقدر کیلومتره، فکر کنم یک دهم یک بیستم ایران هم نباشه. جمعیتش 87 میلیون 9 میلیون، ماشاءالله زیاد شدیم. پولی که دارن 464 بیلیون دلار، 534 بیلیون دلار کل خرجی که برای چیزشون کردن، قدرتشون، نیروی دفاعیشون، خرجی که برای نیروی دفاعیشون کردن 25 بیلیون دلار. او ایران بیشتر کرده 23. نیروی اتمی، بمب اتمی اسرائیل 90 تا داره، ما 0 تا. حالا باید این جلوتر ببین چی میشه. کسایی که پرسونل نیرو هن، یعنی نیروهای پرسونلی هن، 960 هزار تا 634 هزار تا. کسایی که اکتیون، پرسونل اکتیو 610 هزار تا 169 هزار تا. ویدیو اول آمارش یه مقدار پایین تره ولی ویدیو دوم آمارش خیلی دقیق تره. نیروهای رزرو که آمادن که رزروم برن برای جنگ 365 تا 450 هزار تا. این نیروهایی که کادری هن. اسم چیزشون سپاه و اسرائیل آرمی، یعنی ارتش اسرائیل. نیروهای پیادهشون، تانکهاشون کمبت تانک، یعنی تانکهای جنگنده 1613 تا 1370 تا. ویدیوی بعدی آپدیت تره، اونجا شاید بیشتر باشه. نفر براشون یا همون نیروهای زرهیشون 65 هزار تا 43 هزار تا. حالا من خورده هاشو دیگه نمیگم.
این هم دقیقا نفر بره 610 تا 500 تا ایران خب بیشتر داره. این هم این مدل نفر بره که زرهیه 2560 تا داره ایران. مار MRAP 100 تا 30 تا. حالا خیلی هاش هم آمار نمیدن و قایم کردن، اینا چیزایی که آمار میدن. این هم این مدل تانک بود. تانک هایی که بزرگن از راه دور میزنن 490 تا 322 تا. ادوات جنگی که توپ پرتاب میکنن 2050 تا 171. ایران 2050 تا داره. راکت پرتاب کن 1467 تا 150 تا. آها اینجا داره یکی از موشک‌های قوی‌ترین موشک ایرانو داره مقایسه میکنه، ولی به نظر من بازم موشک‌های قوی‌تری داره ایران که تازه ساخته هستن. موشک خرمشهر بالستیک 19 تن وزنشه، مال اونا نمیدونم، جریچو 33 تن 13 متر 15 متر طولشه و 2000 کیلومتر میره، مال اونا 4800 کیلومتر میره. نیروهای هوایی اسمشون اول گفت که خب اسرائیل 100% بیشتره. 42000 تا نیرو هوایی داریم ما، اونا 89000 تا. آها تعداد جنگنده ها که خیلی مهمه. یه سری ها فهم میکنن ایران جنگنده نره، مثل لبنان و غزه نه، وایسا نگاه کنن 778 تا 684 تا. فایتر 186 تا 240 مال اونا، فایترشون بیشتره که انقدر بم میندازن. بازم یه مدل دیگه هواپیما، هواپیمایی که دو سرنشین داره 280 تا اسرائیل داره. آخرش نتیجه آها اینا هواپیمایی که داره میگه 29 24 تا. حالا تعدادشون همه رو نوشته که همش آمریکا روسیه. جالب هواپیما واسه آمریکاست. هواپیمای اسپشیالشون یعنی هواپیمایی که قدرت حمل کلاهک همون داستانا رو دارن 10 تا 23 تا. این مدل هواپیما 0 تا 4 تا. این هواپیما برای رادار و این چیزاست، خیلی هم بزرگه. 0 تا این به نظرم دروغه، 0 تا نیست. این مدل هواپیما 2 تا 0 تا. ترینر یعنی هواپیمای تمرینی 102 تا. هلیکوپتر 129 تا 146 تا. همچین هم کم نیست مال ما، من فکر کردم کمتره. هلیکوپتر اتک آخ این خیلی کمه، اون 48 تا 13 تا. یا ابلفاز بیچاره شدیم که 86 تا 17 تا. آها اینایی که سوخت رسانی میکنن ما 7 تا ازش داریم، اونا 14 تا. آها اینجا میرسیم به نها کنید اینو پنگ پارم اشتباه زده، میرسیم به پرداد و یو ای وی 843 تا ما، 1000 خورده اونا. حالا پارت بعدی متوجه میشید اینجا بیشتریم ما. حالا خیلی هاشم ایران نمیگه، اینو بهتون بگم. این داره نیروی دریایی رو مقایسه میکنه. این ما چند تا داریم؟ 18500 تا 19500 تا. بریم سراغ بعدی و اصل کاری. اینجا با نمایش تعداد و جدیدترین و دقیقترین تعدادیه که خود کشورها آمارش اعلام کردن. بریم با هم ببینیم. یا ابلفاس 186 تا هواپیما ایران داره. این یه مدل هواپیما، یه مدل هواپیما جنگیه. خب اسرائیل قدرتش تو این هواپیما هست. ببینیم چند تا داره، من اینو ندیدم، گذاشتم با هم دیگه ببینیم. 241. خب اینجا اما بیشتره یا ابلفاس. خب در آستانه جنگیم و بالاخره اصل کارون بمبه. 12 تا اسرائیل داره از این مدل هواپیمایی که نفر میبره و چتر با چتر میان پایین. ایران چند تا داره؟ ماشال 86 تا. 86 تا ایران داره. گفتم قبلی یه ذره پایین داشت میگفت، داشت بی‌انصافی میکرد. اینه گزارشگر فوتبال دارم توضیح میدم. هواپیماهای دو سرنشینه، بله داداش داداش چه خبره؟ 612 تا هواپیما داره اسرائیل.
مال ایران ها کنید رنگش دقیقا. بابا به نازه برو برو ای 551 یا بیمان هلیکوپتر. هلیکوپتر خب ایران طبیعتا کمتر داره، یکیش هم که سقوط کرد. 13 تا هلیکوپتر اینا پیشرفته است و مال ما هم پیشرفته است. 48 تا این مدل هلیکوپترها، این هلیکوپترهایی که تو شهر چیزه مثلا این برانبر جنگی نیست، 129 تا جنگی نیست ولی میتونه جنگی باشه، میتونم بهش مسلسل این چیزا ببندن. 146 تا 129 146. رفتیم سراغ نیروی دریایی. بله اینو که دیگه میدونیم. 5 تا نازم بیا بالا بیا بالا بیا بالا بیا بالا بیا بالا 18 تا 18 قبلی بیشتر گفته بود. نیروی ناوای کوچیک 114 تا. حالا برو برای ایران ماشاءالله. بیا بالا بیا بالا بیا بالا بیا بالا آه 101 آمریکا هم بیشتر بودجه مالیاتش و مردمش داره میره برای نیروی نظامی، یعنی مردم مالیات میدن برای اینکه نیروی نظامیشون مستحکم باشه. موشک انداز 150 تا فکر کنم ایران زیاد باشه. برو بالا برو این زیاده مطمئنم. شکنداز برو 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 775 تا، یعنی جیر میده با این موشک اندازا. هر کدوم موشک میندازه، این توپ میندازه، توپ انداز توپ انداز توپ انداز. اوه 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 300 تا یا ولی فاز 300 تا دارم نسبت به یک کشوری که اندازه دو تا استان ماه خیلی نیرو دارن، خیلی نیرو دارن. ما 100 برابر اینا از کشورمون، هم جمعیتمون هم کشورمون. اینم در نظر داشته باشید، اینم بگم. خب آمریکا پشتشونه، یهود شما داری راجع به یهود صحبت میکنی، سلاطین دنیا تو هم یا یا 2050 تا توپ انداز 2050 تا فکر کنم از زمان جنگ جهانی دوم اینا هست بود نخ میکشن همونا نگه داشتن. تانک بریم سراغ تانک، ادوات تانکی. یا خدا آقا 1370 تانک داره. حالا این یه مدل تانک تازه. بریم سراغ ایران. بله صدای موزیک رو ببریم بالا هیجانی بشیم. بابا بیا بیا بابا 1996 دا تانکاش بیشتره. خب بازم میگم نسبت به کشورشونه، ولی خب آمریکا هم پشتشونه. اینو بگم نگی نگفتیم. اگه تا اینجا رو دوست داشتی یه لایک و سابسکرایب بکنید کانال، دمتون گرم. تا 90 تا از این راکت اندازه بزرگ داره، این موشک های بزرگ. این فکر کنم ایران با همینا زد. این قدرت اصلی ماه. حالا این تعداد ماشین هایی که اینا رو حمل میکنن ربطی به موشک نداره. انواع اقسام موشک درست کردن، انواع اقسام اسما روش گذاشتن، یاسمین و اسفراغا و سجیل و سجین رو سجین براشم فکر کنم این ترسا که اوه 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 این بده این بده این فکر کنم همون بمباس اسمش نمیتونم بگم. بله همونه. 90 تا داره که یک دونش کافیه، یک دونش به همه اینا کافیه. خدا نیاره اون روزه، خدا نیاره، چون گربه که به تنگ میاد هر کاری میکنه دیگه. ما صفر پنجول میزنیم.
وقتی کسی خودشو نابودی ببینه از همه چیزش استفاده میکنه. نیروهای آماده و رزمی. وای بابا بیا چقدر زیادن. اوه 350,000 نیروی آماده داره ایران. ببینیم اسرائیل چند تا داره. اوه 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 او. یا خدا آقا ویدیو تموم شد. 465,000 تا نیرو داره اسرائیل. چقدر زیاد داره. آها اینا نیروهای رزرو بودن، تازه نیروهایی که رزرو، یعنی عقبه وایستادن آماده به جنگن. این نیروهایی که هستن نیست، این نیروهای عقبه. فکر کنم نمیدونم این چجوری حساب میشه. این فکر کنم نیروهایی هن که آماده به جنگن. اسرائیل 170,000 تا نیروی آماده به جنگ داره که الان هم تو جنگن و دارن میکشن. نیرو قدسه، نها کنیم. آقا تهش معلوم نیستیه. چقدر زیاده. واه 110,000 تا نیروی آماده داره اونا. 176,000 تا 170,000 تا. خب رفقا این ویدیو هم به پایان رسید. این ویدیو فقط یه مقایسه بود که ببینیم نیروهای دو طرف چقدرن تا جایی که آخرین آمار رو دادن. و خیلی بازم بگم خیلی هاشون آمار نمیدن و خیلی هاشون هستن که پنهانن. دمتون گرم، امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید. رفقا فقط یه چیزی من تاکید کنم، اسم هیچ کانالی یا این زیر نیارید، چون پاک بلاک میشه، هاید میشه. به هیچ عنوان اسم هیچ کانال این زیر نیارید که خاصه طرفی که بتونه از بغل این ویدیوها دیده بشه. براتون صلح و آرامش و موفقیت آرزو میکنم. من پویا هستم و مثل همیشه زنده باد ایران.